سلام به همه دوستان عزیز، امیدوارم که حالتون عالی باشه و پر از انرژی باشه. در این بخش از دوره پرسکشن مقدماتی و پیشرفتمون در خدمت شما هستیم تا مواردی رو که تا الان با همدیگه یاد گرفتیم، همه الگوهایی که یاد گرفتیم، تبدیل سطوح، خط روندها، انواع امواج، همه اینها رو با همدیگه در ترکیب با همدیگه توی مارکت ببینیم و نقاط ورود و خروج رو بهتون یاد بدم و براتون تعریف کنم که نقاط ورود و خروج اینها، این ستاپ های معاملاتی کجا هستن و یواش یواش میریم سراغ یه چند تا تکنیک معاملاتی و در نهایت به جنبندی این میرسیم که بر اساس همه مطالبی که یاد گرفتیم چجوری ترید کنیم و چجوری معاملاتمون رو باز کنیم، چجوری مدیریت کنیم. تک تک مراحل رو قدم به قدم بهتون آموزش میدم. از اینکه تا الان همراه من بودی ازت ممنونم و بریم سراغ ادامه آموزش. دوستتون دارم، بزن بریم. در این بخش مواردی رو که بهتون آموزش میدم یه مقداری تخصصی تر میشن و از الان به بعد دیگه یواش یواش میریم سراغ مباحث تخصصی تر و ترید کردن. دیگه میخوایم بریم سراغ نحوه ترید کردن، اما قبل از اون با هم دیگه یه مقدار دیگه تمام مطالبی رو که تا الان یاد گرفتیم رو در کنار هم دیگه میبینیم و تمرین میکنیم و بهتون نقاط ورود و خروج، محل استاپ و تیپی رو بهتون توضیح بدم، استاپ و تیپی های سیستماتیک رو بهتون توضیح بدم. بعد در جلوتر یواش یواش پله پله میرسیم اونجاهایی که بخوایم ترید کنیم و دیگه سود مستمر از مارکت داشته باشیم. این مواردی رو که دارم بهتون آموزش میدم رو توی هیچ دوره آموزشی پیدا نمی کنید. شاید محتوا همین محتوا باشن در دوره های مختلف، اما کسی نمیاد به شما محتوایی رو آموزش بده که طبق همون محتوا بیاد چیکار کنه، ترید کنه و برای شما، جلوی شما سود بگیره از مارکت. ما در طول دوره های در واقع دوره هایی که داریم و حالا کانال های سیگنالمون و اینا لایف ترید میذاریم، حتی کانال لایف ترید رایگان هم داریم که همین محتوایی که آموزش دیدین رو در اشل کوچیکتر میایم در تایم فریم 1 دقیقه اجرا میکنیم و سودمون رو خیلی سریع از مارکت میگیریم و خارج میشیم. اما بیس همینه، بیس در واقع تمام مارکت ها همین چیزی بوده که تا الان آموزش دیدید و از الان به بعدش هم یه مقداری دقیق تر میشه و در نهایت نقاط ورود و خروج برای ما بسیار بسیار مهم میشن که بتونیم طبق مواردی که آموزش دیدیم نقاط ورود و خروجمون رو تعریف کنیم برای سیستم و دیگه دست به معاملمون نزنیم تا در واقع معاملمون بره و اون حد سود و یا حد ضررمون رو بزنه، که حد ضرر هم ما قطعا داریم توی مارکت و قطعا حد ضررمون هم در مارکت میخوره و ضرر جزوی از مارکت هستش در این بازی. اما ما میایم با فیلتر مدیریت سرمایه این ضرر رو مدیریت میکنیم، یعنی در نهایت میخوایم برایند معاملاتمون با سود باشه، که در طول این دوره یاد میگیرید چجوری برایند معاملاتتون رو در سود ببندید. بریم سراغ نحوه ترکیب کردن تمامی مطالبی که تا الان با هم دیدیم و توضیح میدم. این ویدیو رو سعی کنید چند بار ببینید، این توضیحات رو چند بار ببینید تا نحوه تحلیل کردن چارت قلقش دستتون بیاد. مواردی که دارم الان بهتون آموزش میدم جزو فوتهای کوزگری تحلیل و ترید هست در مارکت و اینها رو کسی به شما آموزش نمیده، پس این موضوعات رو جدی بگیرید. خب بریم سراغ ترکیب کردن تمام محتوا با هم دیگه. در مفهوم ساختار حرکتی مارکت و تو در تو بودن مارکت براتون تعریف کردم که ما تایم در واقع ساختار داریم، ساختار، الگو و تریگر. تایم ساختار داریم، الگو و تریگر که تناسباتش رو هم بهتون گفتم. مثلا اینجا ماهانه است، اینجا هفتگی، اینجا روزانه، بعد دوباره میشه اینجا هفتگی، روزانه، 4 ساعته، بعد میشه دیلی 4 ساعته و 1 ساعته، بعد دوباره میشه 4 ساعته، 1 ساعته،
15 دقیقه. چرا 30 دقیقه رو حذف میکنم؟ به خاطر اینکه 30 و 1 ساعت چارتش خیلی شبیه به همه. دیگه بعدیش میشه H1 M15 و M5 و بعدیش میشه M15 M5 و M1. ما توی تایم ساختار اول از همه باید بیایم چیکار کنیم؟ ساختار حرکتی مارکت رو به دست بیاریم. روند مارکت چیه؟ شکست ها، هایولو ها، تمامی مطالبی رو که یاد گرفتیم در خصوص پیدا کردن نوع حرکت مارکت، اینکه رنج یا روند داره و یا ساختار حرکتیش چی هست، بررسی میکنیم. بعد اون ساختار رو، اون بخش آخر چارت رو باید ببریم داخل تایم الگو و الگوهای برگشتی، الگوهای ادامه دهنده، اون الگوهایی که یاد گرفتیم با همدیگر رو در تایم الگو ببینیم. بعد بیایم تایم تریگر و تریگر ورود بگیریم، اجازه ورود بگیریم و بر اساس تایم بالا، بر اساس تایم ساختارش بیایم ورود کنیم به معامله، که زمانی تمامی معاملات ما و یا اکثر معاملات ما با سود بسته میشه که ما در تایم تریگر بر اساس روند تایم ساختار و الگویی که تایم الگو برای تایم ساختار رو تعیین میکنه، در جهت اونها در تایم تریگر وارد معامله بشیم. این چیزایی که الان بهتون گفتم یعنی چی؟ بریم توی چارت بهتون نشون بدم. فرض کنید برای مثال در تایم فریم 4 ساعته ارز یورو دلار هستیم، در تایم فریم 4 ساعته ارز یورو دلار هستیم و از اینجا به بعد مارکت رو ما نداریم. فرض کنید که از اینجا به بعد مارکت رو ما نداریم. طبق اون ترفندی که بهتون آموزش دادم، من اینجا این تیکا رو بردارم، این تیکا رو، خب طبق ترفندی که بهتون آموزش دادم، الان من شرایط رو جوری کردم که شما قیمت رو نمیبینید. فرض کنید از اینجا به بعد مارکت رو ما نداشتیم. خب در تایم فریم ساختار ما چی میبینیم؟ میبینیم که ساختار حرکتی مارکت یک روند نزولی بوده که این روند نزولیه عموم شده، قیمت اومده به سمت بالا، اینجا اومده این خط مقاومتیش رو شکسته، پول بک کرده، اومده تبدیل شده به یک روند صعودی و فرم نرمال چارتش به این صورته. حالا میتونیم این بخش آخر رو هم به این صورت بکشیم که از اینجا به اینجا، اینجا، اینجا و اینجا. میگیم ساختار حرکتی مارکت یک حرکت صعودی به سمت بالا هست، این نزولی تموم شد، تبدیل شد به یک حرکت صعودی. این حرکت صعودی میبینیم که تعریف روند صعودی در دلش نهفته است. چرا؟ چون این کف از این کف بالاتره، این سقف از این، این سقف از این و این کف از این، دوباره سقف از سقف بالاتر، کف از کف بالاتر، سقف از سقف بالاتر، کف از کف بالاتر. اما میبینید که هر باری که قیمت داره میره به سمت بالا، میخواد چیکار کنه؟ گرد کنه بیاد به سمت پایین. چرا؟ چون نوع این حرکتی که داره میره به سمت بالا میاد به سمت پایین داره کند میشه. میبینید جوندار نیومده اینجا مارکت بشکنه اینو بعد بخواد پول بک کنه که دوباره از اینجا بخواد بره بالا، جوندار نشکسته، جونش گرفته شده، اینجا اومده به سمت بالا، اومده پایین، رفته بالا، دیگه نایی نداشته اینو بشکنه، دوباره اومده به سمت پایین، هی داره به این لو نزدیکتر میشه، دوباره رفته بالا، هایش به این نزدیکتر شده، اومده پایین، دوباره لوش به این نزدیکتر شده و اومده به سمت بالا. خب ما میام چیکار میکنیم؟ این بخش رو تشخیص میدیم که قیمت اومده بود اینجا و این انتها یک شکلی رو برای ما تشکیل داده که وقتی ما میایم این های و لوهاش رو به هم دیگه وصل میکنیم، میبینیم که در واقع یک روند صعودی بوده که اینجا یک مثلث انتهای روند شکل گرفته. پس انتظار داریم حرکت بعدی مارکت این نباشه که این از اینجا بشکنه بره به سمت بالا، انتظار داریم که بیاد از پایین بشکنه، پول بک کنه و بریزه. ما کجا باید وارد معامله فروش بشیم؟ میگیم بعد از این که این خط روند ما شکسته میشه و یا این در واقع الگو میادش اینجا این رو میشکنه، در تایم ساختار وقتی یک شکستی رخ میده
در این بخشی که میره به سمت بالا پول بک کنه، این بخش رو ما باید ببریم تا این فریم پایین تر که توی این ناحیه چیکار کنیم؟ الگوی برگشتی ببینیم و بعد بخوایم وارد معامله فروش بشیم. چرا؟ چون از تایم فریم ساختار در این جایی که قیمت رسیده هنوز نیومده یک شکستی رخ بده. ما میگیم چون قیمت رسیده به یک محدوده مقاومتی میتونیم این بخش رو ببریم در تایم فریم پایین تر و ببینیم که آیا شرایط برای نزول مهیا میشه یا نه. چرا؟ چون اینجا یک محدوده مقاومتی هستش که میتونه قیمت رو بفرسته به سمت پایین. میتونیم چیکار کنیم قبل از اینکه این شکست شکل بگیره؟ این بخش رو ببریم در تایم فریم پایین تر و شکست های تایم پایین تر رو بررسی کنیم. اما وقتی داریم شکست های تایم پایین رو بررسی میکنیم، باید حواسمون به این نکته باشه که این از اینجا اگر میخواد بریزه تا اینجا اجازه داره بیاد به سمت پایین. چرا؟ چون دوباره اینجا یک سطح حمایتی در تایم فریم ساختاره. حالا این بخش رو فرض میکنیم که بردیم تایم پایین و تا اینجا اومدنش رو گرفتیم، اما دوباره ادامش وقتی یک شکستی در تایم فریم ساختار صورت میگیره، این که برمیگرده به این سطح شکسته شده پول بک کنه و ما اینجا تبدیل سطح رو داریم، گفتیم که یک سطحی که میشکنه اگر حمایت باشه تبدیل میشه به مقاومت و ما از اینجا انتظار داریم که قیمت بیاد به سمت پایین. خب میایم چیکار میکنیم؟ میایم صبر میکنیم ببینیم که آیا این سطح مورد نظر ما شکسته میشه یا نه. بعد از اینکه این سطح شکسته شد حالا ما منتظر پول بکش میشیم. خب با همدیگه میایم جلو ببینیم که آیا این اتفاق برای مارکت افتاده یا نه. میایم اینجا اینو میگیریم، میاریم جلو. خب در اینجا قیمت اومدش، این سطح رو شکست. اومد به سمت پایین، هم این رو شکسته، پس باید برگرده بهش پول بک کنه. برای اینکه این حرکت نزولی برگرده به سمت بالا که پول بک این سطح رو انجام بده، نیاز به چی داره؟ یک الگوی برگشتی در انتهای این روند نزولی که این الگوی برگشتی در تایم فریم پایین تر صورت میگیره. میایم چیکار میکنیم؟ این بخش مارکت رو که میخواد برگرده بره به سمت بالا رو بررسی میکنیم. از کجا برمیگرده؟ از یک سطح حمایتی مقاومتی. من الگوها رو با سطوح حمایتی مقاومتی ترکیب میکنم. خب میگیم این برگشت ها از کجا شکل میگیره؟ از سطوح حمایتی مقاومتی. نکته بسیار مهم، به نظر من کل مارکت هایولوه و کل مارکت داره تبدیل سطح صورت میگیره و تمامی تبدیل سطح ها از کجا برمیگرده؟ از سطوح حمایتی و مقاومتی. شما باید توی حمایت ها بخرید و توی مقاومت ها بفروشید. اما این یه نکته ساده ای هستش که تو دلش هزاران حرف هست. یعنی چی؟ یعنی اینکه برای مثال وقتی قیمت این شکلی اومده به سمت بالا، گفتیم تمامی این قله ها و دره ها چی هستن؟ محدوده های حمایتی و مقاومتی هستن. خب وقتی قیمت این شکلی اومده به سمت بالا، حالا میخواد بیاد به سمت پایین، اگر این رو بشکنه به سمت پایین تا کجا میتونه بیاد؟ تا این یکی. اومد این رو شکست، میگیم این شکست صورت گرفته، قیمت باید برگرده به سطحی که شکسته شده پول بک کنه. اما از کجا؟ دوباره از یک مقاومت. از اینجا برمیگرده به سمت بالا، میاد دوباره کجا گیر میکنه؟ روی این مقاومت. دوباره از اینجا میاد به سمت پایین، اینو میشکنه، دوباره باید برگرده بهش پول بک کنه. از کجا؟ از یک محدوده مقاومتی. دوباره برمیگرده اینجا پول بک میکنه. حالا حالت اول دوباره اینه که این از اینجا ادامه پیدا کنه بیاد به سمت پایین، اینو بشکنه برگرده بالا پول بک کنه روی این خط روندش و بعد از اینجا دوباره بریزه. حالت دوم اینه که این دوباره از اینجا بیاد به سمت بالا و این سطح رو بشکنه
خب این سطح رو شکست، این خط روند رو شکست، برگرده دوباره به این سطحی که شکسته شده پول بک کن و بیاد دوباره به سمت بالا. این سطح رو شکست، از کجا دوباره برمیگرده به این سطحی که شکسته پول بک کنه؟ میگیم از این مقاومت. دوباره برمیگرده روی این مقاومت پول بک میکنه، دوباره از اینجا حرکت میکنه به سمت بالا. اینو میشکنه، باید بهش پول بک کنه. از کجا؟ از یک مقاومت. دوباره برمیگرده بهش پول بک میکنه. حالا اومد این سطح رو رد کرد، اینو شکست. اگر اومد به این پول بک کرد و این پول بک نبود، شکست، اومد به سمت پایین، ما انتظار داریم که قیمت دوباره برگرده به سمت بالا و این سطحی که از اینجا قیمت اومده به سمت پایین، اومده به سمت بالا، این قله رو نزنه، دوباره از یک محدوده مقاومتی برگرده به سمت پایین. تمامی این قیمت داره بین سطوح حمایتی مقاومتی حرکت میکنه و حالا ما میخواستیم بگیم که اینجا قیمت اومده این سطح رو شکسته، از کجا میخواد برگرده بالا؟ از اینجا. اینجا کجاست؟ روی یک سری سطوح حمایتی مقاومتیه. این قسمت رو میبریم تایم پایین و الگوی برگشتی مثلا سرشونه کف میبینیم، باهاش میایم به سمت بالا. تا کجا؟ تا این کفی که شکسته اینجا قرمزه، تا این کفی که اینجا شکسته میاد بالا تا اینجا، بعد دوباره اینجا الگوی برگشتی میده، دوباره برمیگرده به سمت پایین و ما میتونیم هم این طرفی مارکت رو ترید کنیم هم این طرفی. بریم این بخش رو ببریم چارت تایم پایین، با هم دیگه ببینیم که توی این بخش از مارکت چه اتفاقی افتاده. اینجا رو من علامت میزنم با این ابزار خود تریدینگ ویو که گم نشه و من این رو یه مقداری بک‌گراندش رو کم رنگ کنم که متوجه بشم کجا هست و بعدم بریم تایم پایین بررسیش کنیم. خب در تایم فریم 4 ساعته تایم الگوی ما میشد چی؟ تایم فریم 1 ساعته. میبریمش تایم فریم 1 ساعته. این بخش رو نگاه میکنیم ببینیم آیا الگو رو میبینیم یا نه. خب در این بخش کاملا مشخصه که اینجا یک الگوی چی تشکیل شده؟ الگوی سرشانی کف، ببخشید، الگوی کف دوقلو تشکیل شده. نگاه کنید قیمت اومده به سمت پایین، اومده پایین، رفته بالا، اومده پایین، کف برابر زده، اینجا یک کف برابر زده و اینجا اومده به سمت بالا، این رو شکسته، برگشته بهش پول بک کنه که از اینجا بیاد به سمت بالا. خب در خصوص انواع الگوها و نقاط ورود و خروج یه ذره جلوتر بهتون توضیح میدم. اینجا میخواستم بهتون بگم که ما اینجا چی کار کردیم؟ اینجا الگو رو دیدیم، حالا باید بیایم بریم تایم فریم 1 دقیقه تریگر ورود بگیریم. تریگر ورود یعنی چی؟ یعنی اینکه قیمت که اومد اینجا این رو شکست پول بک کرد، اینجا باید وارد معامله خرید میشدیم دیگه. میتونیم جلوتر قبل از اینکه این شکست صورت بگیره در تایم فریم تریگر ورود کنیم. چجوری؟ میایم اینجا رو تشخیص میدیم که قیمت اومده پایین، رفته بالا، برگشته، این کف رو نزده. خب از اینجایی که میخواد استارت حرکت سودیش رو به سمت بالا بزنه و این قله رو رد کنه، این موج رو دوباره در تایم فریم پایین تر مورد بررسی قرار میدیم. خب بعد از اینکه این شکست صورت گرفتم، دوباره این موج رو در تایم فریم پایین ترش، این موج زرد رو مورد بررسی قرار میدیم. الان بریم این دوتا موج زرد رنگ رو با هم دیگه در تایم فریم تریگر بررسی کنیم. یه دونه برای ورود قبل از شکست این سقف، یه دونه برای بعد از شکست این سقف. خب من اینا رو پاک میکنم و میریم تایم پایین تر. نگاه کنید اینجا یک حرکت نزولی به سمت پایین داشتیم که این حرکت نزولیمون کاملا یک روند نزولی بوده. خب ما کجا اجازه ورود به معامله داشتیم؟ زمانی که قیمت بیادش مثلا این خط روندی که داره رو کاملا بشکنه، بعد از این که شکست ما میتونیم در پول بکش وارد معامله فروش بشیم. این خط روندش، این خط روند باد بزنیش. خب نگاه کنید این خط روند باد بزنیش رو کاملا شکست، برگشت به سمت پایین و در پول بک به این سطحی که شکست ما میتونستیم اینجا وارد معامله خرید بشیم و باهاش بیایم به سمت بالا. حالا از اینجا میتونستیم ورود مطمئن داشته باشیم برای معامله خرید و از اینجا هم
از اینجا یه پله میتونستیم ورود کنیم باهاش بیایم به سمت بالا، که گفتم حداقل تا اینجا قرار بیاد به سمت بالا، حداقل به این فاصله بیاد به سمت بالا. اینجا نقطه ورود اولم بود، نقطه ورود دومم بعد از شکسته شدن این سقف بود. بعد از شکسته شدن این سقف گفتیم بازار برمیگرده یه اصلاح میکنه دیگه، این اصلاح رو انجام داد، ما میتونستیم اینجا وارد معامله خرید بشیم. خب بعد از اینکه این سد شکسته شد و قیمت اومده روی این ورود کرده، ما میتونستیم اینجا ورود کنیم به معامله خرید برای این حرکت سودی که اولش قیمت یه ذره رفته به سمت پایین ولی بعد اومده خیلی شارپ تیپیمون رو داده. خب در الگوی کف دوقلو، در الگوی کف دوقلو وقتی قیمت میاد یک کف دوقلو میزنه و ما میخوایم ورود کنیم به معامله، اگر بخوایم توی این موج قرمز رنگ ورود کنیم و یا بعد از شکست این در پولبک به این سطحی که شکسته بخوایم ورود کنیم فرقی نداره، در هر دو صورت چه اینجا چه اینجا استاپ ما میاد کجا قرار میگیره؟ استاپ ما میاد زیر این کف قرار میگیره. یه کوچولو فاصله میدید، یه کوچولو خیلی کم فاصله میدید که چی بشه؟ که اسپرد لحاظ بشه و استاپمون استاپ هانت نشه اصطلاحاً، یعنی یه دفعه نیاد قیمت حد ضرر رو بزنه و برگرده، یه مقداری فاصله میدید. پس از اینجا میتونید اینجا رو اندازه بگیرید و حداقل به این فاصله بیایید به سمت پایین که این میشه استاپ امنمون، یا از این کفی که تشکیل داده اینجا یه کوچولو بیاید پایین‌تر. این استاپ یه مقداری ریسکی هستش، اما اگر می‌خوایم استاپ امنی داشته باشیم بهتره که به همین فاصله بیایم به سمت پایین و اینجا استاپ بذاریم. تیپیمون میشه کجا؟ تیپیمون میشه به همین اندازه، حداقل میایم به سمت بالا که اینجا اگر نقطه ورود ما باشه، که اگر اینجا نقطه ورود ما باشه استاپ ما زیر این کف قرار بگیره، فاصلهش تا اینجا میشه 1:1، یعنی اگر اینجا 20 پیپ هستش اینجا هم 20 پیپ هستش، اگر اینجا 100 پیپ هستش اینجا هم 100 پیپ هستش. به این صورت اگر اینجا ورود کردید بیاید استاپتون رو اندازی این بیاید به سمت پایین. چرا؟ چون فاصله اینجا تا تیپیمون یه مقداری بیشتر میشه، پس اینجا تا اینجا میشه تقریبا 1:1. بعد این شد استاپ و تیپی برای الگوی کف دوقلو. بهترین حالت اینی هستش که بهتون میگم، الگوی کف دوقلو بشکنه، این سقف بشکنه، ببخشید الگوی کف دوقلو تشکیل بشه، این سقف بشکنه و در پولبکی که میخواد انجام بشه ما اینجا وارد معامله خرید بشیم، استاپمون اینجا قرار بگیره و تیپیمون حداقل به این فاصله بیایم به سمت بالا، تقریبا توی همین قله قبلیش میشه تقریبا. این میشه نحوه استاپ و تیپی گذاشتن و نقطه ورودم کاملا مشخص. برعکس همین هم برای الگوی سقف دوقلو هستش، یعنی قیمت میاد به سمت بالا، میاد پایین، میاد بالا. حالا از اینجایی که میخواد بیادش به سمت پایین، بهترین حالت اینه که صبر کنیم این سقف بشکنه، بعد از اینکه این شکست صورت گرفتش در این ناحیه ما ورود کنیم به معامله، در این ناحیه ما ورود کنیم به معامله. استاپش کجا قرار میگیره؟ وقتی اینجا ورود کردیم استاپش میاد بالای این سقف قرار میگیره. تیپیش چی؟ تیپیش هم حداقل به این فاصله میایم به سمت پایین، تقریبا میشه توی قله قبلیش، به این صورت، به این دره قبلیش. پس این هم شد محل استاپ و تیپی برای اینجا میشد استاپ، اینجا شد انتری و اینجا هم شد تیپی برای الگوی سقف دوقلو. برای سر و شانه هم به همین صورته، سر و شانه هم به این صورته که اینجا یک الگوی سر و شانه تشکیل شده، قیمت اومده به سمت بالا، میگیم این بشکنه بعد قیمت میریزه. این که شکست، این که شکست در پولبک، ما اینجا وارد معامله
فروش میشیم. استاپ کجا قرار میگیره؟ بالای قله قبلی. اگر بخواد بالای این قرار بگیره دیگه خیلی امنه، خیلی احتمالش بعیده که بخواد این استاپ بخوره. اینجا میشه استاپ ما که این استاپ متوسطمون هستش، احتمال خوردنش خیلی کمه. بعد از اینجا که نقطه ورود ما هستش ما وارد معامله فروش میشیم. تیپی حداقل انقدر به سمت پایین. اینجا هم میشه تیپی ما. اینجا شد SL، اینم انتری و اینجا هم تیپیمون قرار میگیره. و در الگوی سر و شانه کف هم دقیقاً برعکس همین، ما همین بخش رو سر و ته کنیم، الگوی در واقع سر و شانه کف تشکیل میشه. نگاه کنید، الان من این رو پاک میکنم، الگوی سر و شانه کف رو میکشم، قیمت اومده اینجوری به سمت پایین، رفته بالا، اومده به سمت پایین، اومده به سمت بالا، این از اینجا برگشته به سمت پایین، در حوالی این شونه دوباره برمیگرده به سمت بالا و این سقف رو میشکنه. نکته بسیار مهم، قیمت که از اینجا میاد به سمت بالا میتونه چی بشه؟ میتونه از اینجا بیاد و یه دونه شونه بسازه و بیادش به سمت بالا. حالت دومش که همین حالت استانداردشه، یه حالت سوم هم داره که قیمت میاد بالاتر بعد برمیگرده توی این ناحیه و بعد از اینجا استارت حرکت صعودی رو میزنه. به این حالت اصطلاحاً میگن QM، الگوی QM. اما همشون انواع در واقع سرشونه ها هستن. به این میگن QM، به این همون سرشونه نرمال میگن، به این میگن سرشونه با شیب کمتر. حالا این شبیه به مثلث هم هستش ولی این سرشونه است. چرا؟ چون قیمت که اومده به سمت بالا قشنگ برگشته روی این شونه پول بک کرده و از اینجا حرکت صعودی خودش رو به سمت بالا داشته. خب در همه این ستا قیمت چقدر به سمت بالا حرکت میکنه؟ میگیم حداقل به این فاصله قیمت به سمت بالا حرکت میکنه. در پول بک به این سطوحی که شکسته شده، یعنی اینجا و یا اینجا، اینجاها نقاط ورود ما میشه، اینجاها نقاط ورود ما میشه، منهای این یه دونه در واقع قرمزه که باید دیگه اینجاها هم میتونیم ورود کنیم ولی بعد از شکست این صد میشه نقطه ورودش. اینجاها میشه نقطه ورود ما و حداقل تیپی ما میشه به این فاصله، میایم به سمت بالا، اینجا میشه تیپی ما. استاپ کجا قرار میگیره؟ استاپ زیر این شونه این طرف قرار میگیره، اینجا میشه استاپ. انتری ما میشه اینجا و تیپی ما هم میشه یک به یک این فاصله، اینجا میشه تیپی ما. بعدم میرسیم بهش و در لایو مارکت بهتون توضیح میدم که چه شکلی هست و چجوری باید پیدا کنیم و استاپ و تیپیش رو دقیقاً چجوری بذاریم. این موردی که دارم بهتون یاد میدم رو توی هیچ دوره‌ای تضمین میکنم یاد نخواهید گرفت. حالا گفتیم که اینجا یک الگوی کف دوقلو تشکیل شده بود، قیمت اومده بود بالا، اومده بود پایین و ما میخواستیم از اینجا وارد معامله خریدش بشیم. میگیم این خط روندش، قیمت اومد این خط روند رو شکست، ما اینجا میتونیم وارد معامله خرید بشیم و باهاش بیایم به سمت بالا. استاپ کجا؟ زیر این کف. خب قیمت اومدش به سمت بالا ولی اگر ما جا مونده بودیم و اینجا ورود کردیم و یا خواستیم مطمئن ورود کنیم و اینجا ورود کردیم، بعد قیمت اومد به سمت پایین، نباید بترسیم چون استاپ ما نخورده. بعدم قیمت دور زده رفته بالا، به همون خیلی قشنگ تیپی داده. اینم شد نحوه استاپ گذاشتن و تیپی گذاشتن الگوی کف دوقلو و سقف دوقلو به همراه الگوی سرشانه کف و سرشانه سقف هم که بهتون گفتم. در سرشانه سقف هم قیمت میادش این شکلی حرکت میکنه، میاد به سمت پایین اینجا، در اینجا که پول بک میکنه اینجا ما وارد معامله میشیم. استاپش میاد این بالا قرار میگیره و تیپیش کجا؟ حداقل به این فاصله قیمت میاد به سمت پایین که امترین تیپی باز دوباره میشه کجا؟ اولین مقاومت قیمت اینجا. این رو در 90% مواقع قیمت میاد میبینه، بعدش میاد این تیپی رو به همون میده. و این هم نحوه استاپ گذاشتن و تیپی گذاشتن در واقع الگوی
سروشانه سقف و سروشانه کف که برعکس همین میشه. خب بریم سراغ مبحث بعدی، مثال دیگه پیدا کنیم و بعد بریم سراغ پیدا کردن استاپ و تیپی های الگوهای مثلثی. یه نکته وجود داره، این که باید بدونید پیوت های مینور زیاد قوی نیستن، اما پیوت های ماژور محل امنی برای استاپ گذاشتن هستن. پیوت های ماژور محل امنی برای استاپ گذاشتن هستن. اگر پیوت ماژوری بشکند معمولا ما تغییر روند داریم. اگر پیوت ماژوری بشکند مثل اینجا، بعد از اینکه این شکسته شده قیمت برگشته قشنگ روش و از اینجا یک حرکت سودی قوی، دوباره بعد از اینکه این شکسته شده قیمت برگشته پول بک داخلی، اینجایی که حد ضررمون بوده نخورده، رفته به سمت بالا، اومده این رو شکسته، دوباره برگشته پول بک به این سطح و از اینجا دوباره حرکت کرده به سمت بالا. به این صورت شما باید یه مقداری روی این موضوع تمرین کنید و هی بیاید سقف و کف‌های مارکت رو با هم دیگه بررسی کنید. الان بریم مثلا تایم فریممون رو عوض کنیم و دوباره روی این موضوع تمرین کنیم. خب چون الان اکانتمون ویژه نیست، نمیتونیم اون مقدار گذشته مارکت رو ببینیم، میارمش اینجا توی همون تایم فریم 4 ساعته، در اون زوم نزدیکتر بهتون نشون بدم که اونجا چی تشکیل شده. خب کجا بودیم؟ اینجا بودیم. اینجا قیمت اومده بود به سمت پایین و در انتهای این حرکت نزولی قیمت میخواست برگرده به سمت بالا. قیمت اومده چیکار کرده؟ اینجا این خط روندش رو شکسته، این هم قله‌ای بوده که داشته و شکسته. خب اینجا چه الگویی داشتیم ما در تایم فریم الگو؟ اینجا الگوی کف دوقلو رو داشتیم و یه مقدار عقبترش اینجا ما در واقع مثلث انتهای روند رو داشتیم. اینجا رو ببریم تایم فریم پایین تر بازش کنیم، قشنگ قیمت این شکلی اومده به سمت پایین، این شکلی این شکلی این شکلی شده و بعد اومده به سمت بالا اینا رو شکسته، به این صورت اومده بالا اینا رو شکسته، پول بک کرده به سطحی که شکسته، اینجا پول بک کرده رفته به سمت بالا. خب بعد دوباره اومده به سمت پایین، اما چون این کف رو نزده از اینجا حرکت سودی به سمت بالا داشته. در تایم فریم پایین ترش به نظرم که اینجا الگوی، ببخشید، به جای کف دوقلو اینجا الگوی QM تشکیل شده. عذرخواهی میکنم، اینجا الگوی QM در تایم فریم پایین ترش تشکیل شده. نگاه کنید این شکلی قیمت اومده پایین رفته بالا، اومده پایین رفته بالا، اومده پایین، بعد از اینجایی که اومده به سمت بالا، گفتم که یه حالت سرشونه هستش که قیمت میاد بالا بر میگرده تا کجا؟ تا دقیقا این شونه. چون این حرکت اومده و این سقف رو رد کرده از اینجا برنگشته پایین، دیگه اسمش سرشونه نیست، اسمش QM. قشنگ قیمت برگشته به سمت پایین و روی این شونه پول بک کرده و حرکت سودی خودش رو انجام داده. ما اگر میخواستیم اینجا وارد معامله خرید بشیم، استاپمون رو باید میذاشتیم توی این کف و از اینجا وارد معامله خرید میشدیم و باهاش میومدیم به سمت بالا. حالا دوباره اینجا در انتهای این روند سودی قیمت اومده کند شده حرکتش، اومده برگشته پایین پول بک کرده و از اینجا حرکت نزولی داشته. دوباره این بخش از مارکت ما دارای در واقع مثلث انتهای روند هستیم که قیمت اومده این رو شکسته، پول بکش خارجی بوده و اومده به سمت بالا. بیایم دوباره چارت رو زوم اوت کنیم، تایم فریممون 4 ساعت است. بیایم نزدیک مارکت که بتونیم ببریمش تایم فریم های پایین ترش رو ببینیم. اینجا رو نگاه کنید، برای مثال تایم فریم 4 ساعت هستیم. در تایم فریم 4 ساعته اگر از اینجا به بعد مارکت رو نداشته باشیم، میگیم چی؟ میگیم قیمت داخل یک روند نزولی بوده، این خط روندش، خط روندش، حالا قیمت اومده چیکار کرده؟ یک
الگوی QM تشکیل داده. برگشته تقریبا روی این سطح و چون این های رو زده، از اینجا ما استارت حرکت صعودی رو به سمت بالا داریم. این بخشی که قیمت اومده روی این سطح حمایتی رو میبریم تایم فریم پایین تر تا بررسی کنیم. نکته بسیار مهم، از اینجایی که قیمت داره برمیگرده به سمت پایین، اینجا کجاست دقیقاً؟ روی یک محدوده مقاومتی، یعنی اینجا دقیقاً الگوی برگشتی ما داشتیم که باعث برگشت قیمت شده و از اینجا هم زمانی که قیمت برمیگرده به سمت بالا، از اینجا زمانی قیمت برمیگرده به سمت بالا که الگوی برگشتی داشته باشیم. حالا اگر توی این ناحیه، توی این قله، اینجا الگوی برگشتی شکل بگیره، قیمت برمیگرده به سمت بالا. در غیر این صورت باید منتظر باشیم توی حمایت بعدی الگوی برگشتی شکل بگیره و باهاش بیایم به سمت بالا. الان ما میخوایم چی رو بررسی کنیم؟ یک، تشکیل الگوی برگشتی در اینجا که این سطح شکسته شده و قیمت بهش پول بک نکرده و باید برگرده بهش پول بک کنه. دو، برگشت قیمت دوباره از اینجا به سمت بالا و یا از اینجا به سمت بالا با دیدن الگوی برگشتی. خب من اینجا رو با خود ابزار تریدینگ ویو علامت میزنم و بریم تایم پایین اینها رو با هم دیگه بررسی کنیم. من الان اینجا رو هم حتی علامت میزنم که ببینید که این محدوده‌ای که براتون قرار دادم اینجا چرا از اینجا قیمت برنگشته و اومده به سمت پایین از اینجا برگشته. این رو من سبز کنم و یکی رو هم مثلا زرد میکنم. بیایم تایم پایین بررسیش کنیم. تایم فریم اون چیه؟ 4 ساعت است. الگو میشه 1 ساعته. خب در تایم فریم 1 ساعتش بیایم اینجا رو بررسی کنیم ببینیم چه الگوی برگشتی اینجا تشکیل شده. اینجا رو میبینید که الگوی چی تشکیل شده؟ الگوی سقف دو قلو. الگوی سقف دو قلو هستش. الگوی سر و الگوی مثلث انتهای روند هم میتونید در نظر بگیرید. بگید مثلا این مثلث انتهای رونده و یا این بخش رو دوتا بک میزنیم، میگیم که اینجا بهتره بگیم اینجا الگوی سقف دو قلو هستش. قیمت اومده بالا، برگشته به سمت پایین، اومده به سمت بالا، اومده به سمت پایین، این رو شکسته، پول بک کرده و ما اینجا وارد معامله فروشش میشیم و باهاش میایم به سمت پایین. یکی از بچه‌ها ممکنه برگرده بگه که چرا این اومده این بالا، این رو زده ولی شما میگید سقف دو قلو. ببینید از جایی که اینجوری من خط میکشم، قیمت اگر خیلی نرفته باشه بالا به صورت مشهود میتونید از یک کوچولوش صرف نظر کنید. یعنی وقتی من اینجوری خط میکشم، این یک کوچولو پایین تر باشه یا بالاتر باشه اوکیه، یعنی این دوتا با هم دیگه هم سطح هستن. بهتره که مثلا سقفشون قشنگ برابر باشه، ولی اگه یک کوچولو بالاتر باشه یک کوچولو پایین تر، باز هم ما میتونیم سقف دو قلو در نظر بگیریم. تنها در صورتی نمیتونیم سقف دو قلو در نظر بگیریم که قیمت قشنگ بیادش بالا و ما قشنگ چشمی ببینیم که این سقف واقعا بالاتر از این سقفه، نه یک کوچولو. یک کوچولوها رو میتونیم صرف نظر کنیم، حتی در کشیدن خط روند هم بعضی جاها میتونیم یک کوچولو از قیمت صرف نظر کنیم که بهتون جلوتر توضیح میدم. پس اینجا یه دونه الگوی سقف دو قلو تشکیل شد که قیمت اومدش قشنگ این رو شکست، پول بک کرد و اینجا ما میتونستیم وارد معامله فروش بشیم و باهاش بیام به سمت پایین. حالا چرا از اینجا بر نگشت به سمت بالا؟ چون اینجا الگوی برگشتی به وجود نیامد. اینجا الگوی برگشتی میبینید به وجود اومده باشه؟ نه، اینجا الگوی برگشتی به وجود نیامد و از اینجا قیمت به سمت بالا نرفت، با اینکه روی محدوده حمایتی بود. کجا به سمت بالا رفت؟ کجا قیمت برگشت به سمت بالا؟ از این محدوده، از این محدوده مقاومت بعدیش که اینجا که رسید، حالا اومدش الگوی برگشتی تشکیل داد. چه الگوی برگشتی تشکیل داد؟ یک الگوی سر و شانه نسبتاً تمیز تشکیل داد. اینجا اومد این رو شکست، پول بک کرد و اینجا ما میتونستیم وارد معامله خریدش بشیم و باهاش بیایم به سمت بالا. نگاه کنید، قیمت اومد به سمت پایین، رفت بالا، اومد پایین، رفت بالا، اومد پایین،
و از اینجا که اومد به سمت بالا این رو شکست پولبک کرد و از اینجا حرکت صعودی به سمت بالا داشت. خیلی از بچه‌ها شاید بگن که استاد چرا تو دل اینها رو نگرفتی؟ چون در دید نرمال چارت بهتون گفتم نرمال ببینید. دید نرمال یعنی این. دیگه نمیام تو دلشو 50 تا موج دیگه هم مثلا بگم خب اینجا این شکلی اومده پایین، این شکلی رفته بالا. دید نرمالش این شکلیه. اومده پایین، رفته بالا، اومده پایین، رفته بالا، اومده پایین، رفته بالا. این ساعتو شکست پول بک کرده. اینجا میشده نقطه ورود من برای معامله خرید که حداقل باش انقدر بیام به سمت بالا. حالا این پول بکی که داره انجام میگیره از اینجا میخواد بیاد به سمت بالا، اگر قبلش یه الگوی مثلا سرشونه ای بوده که این اومده اینجا پول بک کرده، دیگه قیمت اینجا وقتی الگوی مثلا سرشونه تشکیل میده میخواد بیاد به سمت بالا، دیگه حداقل انقدر نمیاد به سمت بالا، میاد انقدر به سمت بالا. متوجه شدین؟ یه مقداری فهمیدن این موضوع سخته، اما باید چند بار گوش بدید و بررسی کنید تا متوجه بشید. اگر این بخش رو متوجه نشدید یه کوچولو بزن عقب‌تر دوباره گوش بده، منم یه بار دیگه الان دوباره توضیح میدم. فرض کنید که شما در تایم ساختار دیدید قیمت اومده مثلا یه همچین شکلی رو تشکیل داده، اومده اینجا پول بک کنه و انتظار داریم که از اینجا استارت این موج زرد رنگمون بخوره. خب ما گفتیم که قیمت از کجا برمیگرده به سمت بالا؟ روی مقاومتی که در تایم فریم ساختار هست، و ما باید در اینجا بیایم الگوی برگشتی رو در تایم فریم الگو ببینیم. خب وقتی ببریم این بخش رو در تایم فریم الگو میبینیم قیمت یک موج اومده به سمت پایین، یه موجی اومده به سمت پایین، و این مفهوم تو در تو بودن مارکته. اینجا قیمت اومده مثلا چیکار کرده؟ اینجا هم سرشونه تشکیل داده و الان میخواد این سرشونه رو که تشکیل داده بیاد پول بک کنه و استارت بزنه بیاد به سمت بالا. این استارتی که میزنه و میاد به سمت بالا حداقل انقدر به سمت بالا حرکت نمیکنه، حداقل انقدر به سمت بالا حرکت میکنه، یعنی میاد تارگت این رو بده، میاد تارگت این حرکت تایم بالا رو بده. پس این که میگم حداقل، یعنی بدونید که اگر در تایم فریم ساختار که با این موج قرمز رنگ میکشم تا اینجا قراره بیاد، از این بالاتر هم خواهد رفت، اما نه با یه موج. در تایم فریم پایینتر این شکلی میاد به سمت بالا. خب به عبارت دیگه من الان این شکل شماتیک رو بازش میکنم به این صورت، میگیم این تایم فریم ساختار هست، تایم فریم ساختار که قیمت اومده مثلا این سطوح رو شکسته و از اینجا برگشته به سمت پایین که از اینجا این موج رو تشکیل بده. در تایم فریم پایین ترش چه اتفاقی میفته؟ قیمت از اینجا این شکلی اومده به سمت پایین و اینجا یه الگوی مثلا سرشونه کف تشکیل داده، اومده بالا، این رو شکسته، پول بک کرده، ما اینجا وارد معامله خرید شدیم، نه برای گرفتن انقدر مسیر، بلکه برای گرفتن از اینجا تا اینجا یه موج زرد رنگ. یعنی اینجا که ورود میکنیم میخوایم این موج زرد رنگه رو بگیریم. چرا؟ چون تارگت موج زرد رنگمون حداقل انقدر. این در تک تک الگوهای برگشتی صادقه، یعنی فرق نداره الگوی سقف و کف دوقلو هم به همین صورته. قیمت میادش این رو میشکنه، برمیگرده به سمت پایین، گفتیم حداقل انقدر میاد به سمت بالا دیگه. این فرمت در تایم فریم ساختار میبینیم، بعد این موجی که اومده به سمت پایین رو میبریم تایم فریم پایین تر،
دوباره الگوی برگشتیش رو اینجا میبینیم. بعد از تشکیل الگوی برگشتیش وارد معامله میشیم برای گرفتن این مسیر حرکتی تایم فریم بالا. متوجه شدین؟ این میشه مفهوم چرخه های تو در توی مارکت که توی تک تک محورهای چرخشی اتفاق میفته. بریم با هم دیگه یه ذره دیگه تمرین کنیم و بهتون بگم که چجوری تمرین کنید. دقیقاً همین جوری که با هم دیگه تمرین میکنیم شما هم بیاید تمرین کنید. یه تایم فریمی رو به عنوان تایم فریم ساختار انتخاب کنید. یه ارزی رو هم پیدا کنید برای خودتون، هر چی میخواد باشه. خب در تایم فریم ساختار میگید چی؟ در تایم فریم ساختار میگید خب اینجا الان من مثلا میخوام لایو مارکت رو تحلیل کنم، میگم اینجا یک روند نزولی داشتم به سمت پایین، این خط روندش، خب این خط روندش، قیمت اومد این خط رونده رو شکست، اینجا کف دوقلو تشکیل داد اما نرفت این رو بزنه که من اینجا ورود کنم به معامله خرید، به خاطر همین برگشت به این در واقع خط روند من پولبک کرد. حالا من توی این خط روند میتونم انتظار حرکت صعودی داشته باشم، یعنی نباید اینجا وارد معامله خرید بشم، باید صبر کنم بیاد اینجا وارد معامله خرید بشم که استاپ من کجا قرار بگیره، حداقل به این فاصله من بیام به سمت پایین، حداقل به این فاصله من بیام به سمت پایین، اینجا استاپ من قرار بگیره. حالا از اینجا که استارت حرکت صعودیش خورد اومد به سمت بالا، اینجا اومدش توی این موج اومد به سمت بالا و این های رو شکست. در پولبکی که اینجا انجام داد من اینجا میتونستم وارد معامله خرید بشم و باهاش بیام به سمت بالا. خب من این بخش رو میبرم تایم فریم پایین ترش ببینم آیا اینجا برای من تریگر ورود و الگوی برگشتی به وجود اومده بوده یا نه. علامت میزنم میبرم تایم فریم پایین. تایمم چیه؟ 1 ساعته. تایم الگوم چیه؟ 15 دقیقه. میرم در تایم فریم 15 دقیقه اینجا رو ببینم آیا الگوی برگشتی تشکیل شده بوده در انتهای این حرکت. میگیم بله تشکیل شده بوده، اما نه اینجا، اینجا تشکیل شده، یعنی این میشه خط روندش، اینم میشه محدوده مقاومتیش و این هم میشه الگوی برگشتیش که چی بوده؟ سرشانه کف بوده. قیمت اومده این سرشانه رو شکسته پول بک کرده، ما اینجا با اطمینان بسیار بالا میتونستیم وارد معامله خرید بشیم و باهاش بیایم به سمت بالا. بعد بخوایم ببریمش تریگر چی میشه؟ تریگر میشه اینجا برای ورود در این ناحیه باید این موجه رو دوباره ببریمش تا این فریم پایین تر و دوباره واسه خط روند بکشیم، این کار رو انجام بدیم با هم دیگه، ببینیم که آیا میشه برای این حرکتی که اومده به سمت پایین خط روند کشید یا نه. میبرمش تایم فریم 5 دقیقه و اینجا میشه تایم تریگرمون. تایم تریگر میشه چی؟ اجازه ورود، یعنی با شکسته شدن این خط روند من اجازه ورود دارم در پولبکش که اینجا هست. با اطمینان خاطر بسیار بسیار بالا من میتونم اینجا وارد معامله خرید بشم و حداقل به این فاصله ای که پایین بود بیام باهاش به سمت بالا. پس اینجا بهترین ناحیه برای ورود به معامله خریدم هستش. یه نکته در کشیدن خط روندها گفتم میتونید از بعضی جاها صرف نظر کنید. مثلا اینجا میبینید شادو بیرونه، وقتی میبینید این خطی که دارید میکشید بیشتری میزان تاچش روی این خط با صرف نظر کردن از این یه ذره امکان پذیره، میتونید از این یه ذره صرف نظر کنید و منتظر باشید که در واقع قیمت بیاد این خط روند رو بشکنه، حالا پولبک که انجام داد اینجا وارد معامله خریدش بشید. امیدوارم که از این مطلبی که تا الان بهتون آموزش دادم هم لذت کافی رو برده باشید. این محتوا و این دیدگاه نسبت به چارت یک دیدگاه فوق‌العاده قوی و حرفه‌ای هست و اصول حرکتی مارکت دقیقاً همینه.
و امیدوارم که این مطالب رو خیلی حرفه‌ای جلو ببرید و بتونید ازش نتایج خیلی عالی بگیرید. تا جلسه بعدی بریم سراغ مطالب حرفه‌ای تر و یک سری الگوهای دیگه، بعد هم یواش یواش میریم سراغ ترید کردن و معامله کردن و اینها. دوستتون دارم، امیدوارم که از این آموزش هم لذت برده باشید. شما رو به خدای بزرگ میسپارم. اگر محتوا رو در واقع رایگان به دستتون رسید ازتون میخوام با مجموعه علی ظفر هماهنگ کنید. دوستتون دارم، فعلا خدا نگهدار.